السلام علیکم هموطنان عزیز، عبیدالله سیری هستم و شما را در 10 دقیقه دیگر با مهمترین اخبار هفته آشنا می سازم. سرخط مهمترین خبرها: بازداشت محمد ایگموف در مسکو و تهدید مقامات تاجیکستان به شهرت قدرتوف. بحث سخت رستم امومالی با امک بچهش پیرامون پرونده مدینه. بازداشت یک ساکن شهر اسفره با طلب بیشکک در روسیه. در رش یک زن 65 ساله را به اوباشی عیبدار می کنند. قدم اسمت و فعال تاجیک را از شهروندی روسیه محروم کردند. و دیگر خبرهای تاجیکستان و جهان. شهرت قدرت حقوق شناس مشهور تاجیک در یک مصاحبه به رسانه ها گفت او از احتمال از روسیه به تاجیکستان برده شدنش نگران است. شهرت قدرت روز 13 نوامبر گفت گروهی از نمایندگان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در مسکو هستند و برای بردن من با مقامات روسیه گفت و شنید دارند. قدرتوف گفت خبری به مسکو رفتن نمایندگان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان را از چند منبع نزدیک به وزارت و به خصوص ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته فهمیده است. این خطر نه تنها به من بلکه به سهراب جهان، بختاور جمعیف و محمد خان ایگموف نیز تهدید می‌کند، افزود حقوق شناس. یک کارمند مقامات حفظ حقوق شهرت قدرتوف را در همکاری با پیمان ملی گناهگار دانسته است، اما شهرت قدرتوف این ادعاهای مقامات را رد کرده و گفته است به هیچ حزب و حرکت ها همکاری نمی کند. این افراد در سازمان مرکز تاجیکان در مسکو کار می کردند که راهبرش را عزت امان به عهده داشت. عزت امان را ماهی گذشته در تاجیکستان با گناه قلابی برای 232 سامانی و 9 سال زندان محکوم کردند. این در حال است که محمد ایگموف، یکی از نفران نزدیک به عزت امان و از کارمندان فعال مرکز تاجیکان مسکو بازداشت شده است و در سیزای رقم 4 مدودوف در منطقه مدود کووای پایتخت روسیه نگاه داشته می شود. یک همصحبت با سامانه بامداد کام گفت به احتمال غالب محمد ایگموف را نیز به مثل عزت امان از شهروندی روسیه محروم گردانیده سپس به تاجیکستان می فرستند. قبلا گزارش شده بود که بعد استرداد عزت امان مقامات در تاجیکستان به خویشاوندان ایگموف که در مسکو تجارت موفق خانه فروشی داشت فشار آورده ایستادند و طلب دارد که او به اختیار خودش و دوشنبه بیاید و به سوال های مقامات جواب دهد. با گزارش پایگاه خبری بامداد، رستم امومالی شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی که جرایان تفتیشات پرونده عذاب و عقوبت مدینه ممجانو را تحت نظارت شخصی خود گرفته است، در رابطه با این پرونده پسر عمک خودش رحمان امیدجان نورالدین را نیز به نزد خود دعوت کرده برای نقش فعالانش در پوشیدن این پرونده سخت جنگ کرده است. منبع بامداد میگوید این صحبت تند رستم امامعلی با امیدجان نورالدین قریب 2 هفته پیش قبل از بررسی مسئله مدینه ممدجان و در جلسه راهبران مقامات حفظ حقوق دوشنبه و در نشست حکمت تاجیکستان که روز 1 و 2 نوامبر دایر شدن صورت گرفته است. هم رستم امامعلی در جلسه اول و هم رحمانوف در جلسه حکمت طلب کردند که مسئولان در کوشش پوشانیدن این پرونده سهیم از مقامات رانده شوند. در پی این دستورها ظفر اسماعیل زاده همان روز 2 نوامبر از مقام سردار شعبه میلیسه ناحیه سینا برکنار کرده شده، روز 5 نوامبر سهراب سلیم زاده معاون اولی پرکراری این ناحیه نیز ترک این منصب کرد. اما امیدجان نورالدین پرکرار این ناحیه در مقامش تا حال باقی مانده است، طوری که در گذشته تمام اولاد رحمانوف از وظیفه ها برکنار کرده نمی شدند و معاونای آنها از کار رانده یا حبس کرده می شدند. این بار هم این کار تکرار شد. منبع بامداد این را به برخی حساسیت های این موضوع ربط می دهد.
رحمانوف به امید خیلی باوری دارد. از طرف دیگر امید به رحمانوف نشانه از برادرش است که شاید دلش نمی شود که او را آزار دهد. از این رو شکایت هایی که در باره اش می رسند چاره اندیشی نمی کند. روز 8 نوامبر مقامات روسیه در شهر نوسیبیرسک یک شهروند تاجیکستان را با درخواست مقامات قرغیزستان دستگیر کردند. بشکک دلاور جوریف ساکنی 52 ساله شهر اسفره را به اوباشی و برانگیختن نزاع ملی گمان برمی‌دارد. پیوندانش این اتهام را ساخته می‌شمارند. افتخار جوریف جیان دلاور جوریف به رسانه ها گفت ماموران پلیس روز 8 نوامبر او را در مرکز شهر نوسیبیرسک دستگیر کردند. روز گذشته دادگاه قرار کرد که یک ماه در حبس بماند. این بار اول نیست که مقامات روسیه به درخواست قرغیزستان ساکنان تاجیکستان را دستگیر می کنند. پیش از این روسیه فرقت عبدالفتایف شهروند تاجیکستان را با درخواست قرغیزستان دستگیر کرده بود و چند ماه در بازداشتگاه نگاه داشت. موجی گل غریبوا یک ساکن 65 ساله از دهه یشمی ناحیه رشت اینک دو روز باز پی هم در ریاست منطقوی کارهای داخلی وادی رشت در چارچوب یک پرونده اوباشی تحت بازپرسی قرار دارد. فرهاد خدایاروف پسر موجگل غریبوا روز 13 نوامبر به پایگاه خبری بامداد گفت مادرم را روز 12 نوامبر تا بیگاه بازپرسی کرده تنها بعد رسیدن شام به خانه جواب دادند. امروز هم از صبح بازپرسی رفته و تنها بعد ساعت 3 به خانه برگشت، گفت فرهاد خدایاروف. او میگوید نسبت به مادرش هم بر اساس قسم 3 ماده 237 با اتهام اوباشی پرونده جنایتی کشادند. خود موجگل غریبوا در مراجعت نامه ویدیوی به امام علی رحمانوف نیز میگوید بزیدش پرونده کشادند. او میگوید من یک مادر غمزده ام که نبیره 21 ساله ام را کشتند، ولی مقامات به جای به حبس کشیدن قاتلان علی رضا خود من را دله کردند. موجی گل غریبوا از امام علی رحمانوف خواسته است که شخصا به قضیه قتل نبیرش دخالت کند تا همه گناهکاران به جوابگری کشیده شوند. با گزارش رادیوی آزادی، اداره شناسنامه‌دهی شهر استراتوف روسیه فعال شبکه‌های اجتماعی قدم اسمتوف را درباره بیکار شدن شهروندیش در آن کشور خبر کرده است. اسماتوف روز 14 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت پیوسته در اینترنت از کمبودی های مقامات تاجیکستان می نویسد و بعد لغو شهروندیش از احتمال استرداد شدنش به کشور نگران است. قدم اسماتوف گفت مقامات روسیه شهروندی او را روز 22 سپتامبر امسال بیکار کردند، ولی او فقط 3 روز پیش توسط پشت آگاه کرده شده است. وقتی به اداره پاسپورتی سراتوف مراجعت کردم گفتند گویا در وقت دریافت شهروندی معلومات نادرست پیشنهاد کرده بودم. من از سال 2005 شهروند روسیه هستم. چرا محض امروز معلومات پیشنهادی من نادرست برآمد؟ سوال گذاشته است او. در گذشته نیز حکومت روسیه چند فعال سیاسی تاجیک را علل خصوص عضو گروه 24 مقصود ابراهیموف و رحمت جان محمد جان را نیز از شهروندی محروم کرده با تاجیکستان از راه غیر قانونی استرداد کردند. تاجیکستان موقعش را در ردبندی سرعت نرخ اینترنت که یکی از عقب مانده ها می باشد حفظ کرده است. تاجیکستان از روی ارزیابی اینترنت میان قریب 140 دولت دنیا در زینه 129 باقی مانده است. این نقطه از داده های خدمات سنجشی شبکه های اینترنتی شرکت اوکلا برمی آید. با همین اموال تاجیکستان در شاخص سپید تست گلوبال ایندکس در زینه 129 میان 138 دولت قرار دارد. مورد به ذکر است که ماهی ینور سال 2021 نیز تاجیکستان در این سطح بود. این بود مهمترین اخبار رویدادهای هفته که تقدیم شما کردیم. تا هفته دیگر خداحافظ.